سلام. بخش سوم بررسی اتفاقاتی که در مجلس داره میفته. الان ساعت 12:30 ظهر هست. تصویب شده که بعد از ظهر هم ادامه داشته باشه جلسه بررسی رأی اعتماد به وزرا. خب من خودم بیکار بودم، گفتم این موضوع رو میخوام ببینم، دنبال کنم ببینم چه اتفاقاتی افتاده. بودم حالا که دارم میبینم ضبط هم کنیم که آدمای بیشتری که علاقه‌مند هستن به موضوعات سیاسی و اجتماعی اینا بیشتر آشنا بشن با این موضوعات. خب بخشای جنجالی شو من فقط میخوام اینجا ببینیم قسمت‌های مهمش چی بوده که میوقع جذابم باشه. خب ویدیو قبلی بحث سوم ما به جای رسیدیم که آقای عثمانی نماینده بوکار یک مسائل خیلی فوق جنجالی ترک کرد در مورد آقای پزشکیان که شما گفتید شایعه قولایی دادید که مثلا کابینتون به این شکل نباشه، به این شکل دیگه ای باشه و اینو تموم شد. گرمی بانوان و جامعه اهل سنت نشده بود. آره بعد گفت اصلا چرا یه وزیر معرفی کردیش؟ فقط خانم فرزند ساده به عنوان وزیر راهبردی خانم انتخاب کرد. البته وزارت رو خیلی کار سختی هستش ها. مثلا با وزارت بهداشت که خانم مرضی و جست اونجا بودن متفاوت تره. حالا صحبت حالا برای افرادی که ویدیو قبلی دیدن شاید تکراری براشون صحبت‌های بکنی و من بعد پخش نمی‌کنم. بعد از اینجا آقای قالیباف به رئیس مجلس یه مطالبی گفت. از اینجا به بعدش می‌خوام فکر کنم دو قسمت دیگه داره اینجا. در فایل نیم ساعت منتشر می‌کنم که زودتر بتونیم برسیم. هم در اپارات هم در یوتیوب. خب آیه قاریو فر. خیلی ممنون، متشکر. وقت جناب عالی تموم شد. من فقط یه نکته اینجا جناب آقای عثمانی عرض کنم. نگاه کنید در همین تریبون شاید در 2 هفته قبل بنده نطق پیش از دستور داشتم و یکی از موضوعاتی که اونجا اشاره کردم بحث مربوط به مذاهب، قومیت‌ها، سلایق سیاسی، طوایف، اقشار و بخش‌های مختلف و اونجا با صراحت گفتم ما کنار هم قرار بگیریم و دنبال بکنیم ایران قوی خواهیم داشت و این باور همه ماست. بعد اوقات با بعضی صحبت‌ها از این تریبون ملی که بلندترین منبر جمهوری اسلامی است، حرف‌هایی به دفاع از قومیت‌ها و مذاهب میزنیم که عملاً به روشی میبریم که با دو قطبی‌های جعلی باعث مشکلات بیشتری بشیم به جای این. من وظیفه بودم که این رو اصلاح کنم و دوستان بدونن. خیلی ممنون. خب آقای در مقام مخالف صحبت کرده بوده. آقای کوچک زدم و یه تذکری دادن خیلی جالب. آقای رسایی هم سریع توییت زد. نمیدونم آقای رسایی نماینده مجلس چجوری میره در توییتر توییت میزنه. ما باید بریم در ویراستی اونجا توییت فعالیت بکنیم و لایو بزنیم. خب آقای نفر بعدی بحث موافقین آقای علیزاده صحبت کردن. حالا ممکنه آروم اگه آقای علیزاده آروم صحبت میکنه با پلیر خودمون با ساعت بالاتر پخش کنیم. آقای علیزاده بفرمایید. آقای دکتر پزشکیان با تشکیل دولت وفاق ملی و با معرفی این کابینه هزینه سنگینی رو پرداخت کرده و داره پرداخت میکنه. ما بایستی در این راه اگر بله مقدار آروم صحبت میکنه. آقای ببخشید صحبتتون رو قطع کردم جناب آقای علیزاده. برای اینکه چه حوصله آدم سر نره من مجبورم صحبت اینجا بالاتر ببرم. ولی درست داره چون میگه دیگه تو این طیف تو این چند روزه خیلی از طرفداران که افرادی که فعالیت ستادی داشتن برای ایشون گفتن که آقا این مثلا اشکالاتی داشتن به دلایل سیاسی به کابینه که ایشون معرفی کرده بود به مجلس. بعد مثلا درست هست. حالا گفتم مطلبی خودم اضافه کنم که محتوا اینجا بیشتر بشه. ببخشید. بفرمایید آقای دکتر پزشکیان با تشکیل دولت وفاق ملی و با معرفی این کابینه هزینه سنگینی رو پرداخت کرده و داره پرداخت میکنه. ما بایستی در این راه اگر مجلس دنبال این بود که وفاق ملی در کشور اتفاق بیفته و الان داره میفته، مجلس هم بایستی همراهی کنه. ما به بهانه‌های کوچک نبایستی در راستای تشکیل دولت وفاق ملی سنگ اندازی کنیم. بدنه جامعهمون هم امروز بایستی فشار روانی رو از روی دولت بردارن. آقای رئیس جمهور من متوجه هستم الان در چه شرایطی تحت فشار هستم. مخالفی که قبل از من صحبت کرد مواردی رو اشاره کرد. این فشار در حوزه‌های مختلف بر گرده آقای دکتر پزشکیان داره سنگینی میکنه. من از عموم جامعه میخوام انصاف به خرج بدم. از نکات مهم برنامه‌های آقای دکتر پزشکیان تاکید ایشان بر رعایت قانون هست. همونطوری که در صحبت‌هاشون در زمان انتخابات هم تاکید داشتند، الان هم بر وزرای پیشنهادی تاکید میکنن. بایستی میثاق ما قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه باشه. این خیلی مهمه. این اتفاقی که در کشور میفته میتونه بعد از چند دهه سر و سامان بده وضعیت کشور رو. سلیقه‌ای که نمیشه مملکت رو اداره کرد. خب ویدیو بعدی مربوط هستش به آقای میرمحمدی. ایشون به نظر من حس می‌کنم آروم صحبت می‌کنه. به همین خاطر با این میک پلیر می‌تونه تونتون بگن. برنامه جناب آقای دکتر پزشکیان بله. برنامه هفتمه، برنامه سیاست‌های ابلاغیه. می‌فرمایم که آقای دکتر پزشکیان وعده نداده. اتفاقاً یکی از بهترین، مؤثرترین، جامع‌ترین وعده‌ای که یک رئیس جمهور می‌تونه بده داده. شو فرمودن آقا من اصلاً بالادستی برنامه توسعه هفتم رو اجرا می‌کنم. خیلی از این دغدغه‌هایی که شما دارید در همین مجلس بهش نگاه شد، توجه شد. شخص خود آقای دکتر پزشکیان به عنوان نماینده حوزه سلامت در کمیسیون تلفیق برنامه حضور داشت، یه برنامه‌ای نوشته شد، رأی آورد، شورای نگهبان هم تایید کرد. خیلی از دغدغه‌های شما امروز در اون برنامه دیده شده. دولت آقای دکتر پزشکیان دولت وفاق ملی است. معناش سمخایی نیست. معناش این نیست که دولت چرا از همه استفاده نکرده. میگه میشود، اما دولت میگه فقط وزراست. دولت بدنش بسیار گسترده است. استانداران، فرمانداران، مدیران کل، معاونین وزیر، یک دولت جامع و فراگیر هست که انشالله با قولی که آقای دکتر پزشکیان دادن به عنوان دولت وفاق ملی حتما از همه ظرفیت‌های نظام انشالله استفاده خواهد شد. خب ویدیو بعدی هم بازم مربوط هستش به اجازه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. کامله. با سلام و درود به روح پرفتوح امام راحل و آرزوی سلامتی مقام معظم رهبری گرامی می‌دارم. یاد و خاطره شهدای خدمت رو حضرت آیت الله رئیسی و حضرت آیت الله آل هاشم و هیئت همراهشون رو خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت رئیس جمهور محترم. خب دیگه سرعتش بالاتر ببریم که چون شما کاملتر هست. به نظر میشه جنجال برانگیز بوده که این سایت من اینا رو از این برنامه ما کانالی هستش مال آیه فکر کنم آیه احمد زید آبادی اینا هستش، هادی حیدری و غیره، هم میهن، روزنامه هم میهن اینا رو هایلایتش رو گذاشته. خب سرعتش رو بردیم بالاتر. آیه علیزاده بفرمایید. و هیئت همراهشون ایشون داره به عنوان موافق صحبت میکنه. عرض ارادت و سلامم رو خدمت نمایندگان محترم و نهایتاً درود میفرستم به پیشگاه ملت بزرگ ایران. همکاران عزیز، امروز جلسه برنامه‌های دولت و معرفی کابینه هست. فکر کنم دو برابر هم میتونیم کنیم سرعتش رو. در مورد شخص آقای دکتر پزشکیان خودتون مستحضر هستید. صداقتش رو، شهامتش رو، پاکدستی، امانتداری، وفای به عهد و خصوصیات شخصی اخلاقیش همین که باعث شد مردم در اقدامی بی‌نظیر در انتخابات جواب مثبت بهشون دادن و ما افتخار می‌کنیم که امروز به عنوان رئیس جمهوری امین و امانتدار و پاکدست در خدمتش هستیم. جا دارد تشکر کنیم از آقای پزشکیان به خاطر مواضع انقلابیشون در مراسم تنفیذ و تحلیف. علت موافقت بنده و صحبت بنده در خصوص موافقت از برنامه‌های آقای دکتر، یه چند مورد رو من خدمتتون عرض کنم. دلیل عمده‌اش تشکیل دولت وفاق ملی است. اتفاقی که بعد از چند دهه داره در کشور اتفاق میفته. بایستی ما قدردان این حرکت باشیم. چند دهه هست هیچ کس نخواسته این اقدام رو زیر اقدامش بده و هزینه‌شو پرداخت کنه. آقای دکتر پزشکیان با تشکیل دولت وفاق ملی و با معرفی این کابینه هزینه سنگینی رو پرداخت کرده و داره پرداخت میکنه. ما بایستی در این راه اگر مجلس از روی دولت بردارن. آقای رئیس جمهور، من متوجه هستم الان در چه شرایطی تحت فشار هستم. مخالفی که قبل از من صحبت کرد مواردی رو اشاره کرد. این فشار در حوزه‌های مختلف بر گرده آقای دکتر پزشکیان داره سنگینی میکنه. من از عموم جامعه میخوام انصاف به خرج بدم. از نکات مهم برنامه‌های آقای دکتر پزشکیان تاکید ایشان بر رعایت قانون هست. همونطوری که در صحبت‌هاشون در زمان انتخابات هم تاکید داشتند، الان هم بر وزرای پیشنهادی تاکید میکنن. باعث یه قسمت دیگه تکراری هستش. خب آقای محمودی بریم بشنویم. ایشون به عنوان مخالف صحبت کرده. این دیگه احتمال خیلی جنجالی باشه. به طور کلی وجود نداره. اگر ما مخالفت کنیم یعنی با برنامه هفتم مخالفت کردیم یا سیاست‌ها. پس وقتی من نمیتونم در خصوص برنامه خاصی که ایشون ارائه داده صحبت کنم، فقط ایشون رو یادآور میکنم و یادآوری میکنم به آقای پزشکیان و وزرایی که احیانا در روزهای آینده رأی اعتماد میگیرن که برنامه هفتم تکالیف و احکام مشخصی رو تعیین کرده. آقای دکتر پزشکیان، اگر شما برنامه‌تون برنامه هفتم هست، باید برای رشد 8% که زمانبندی داره مطابق با تکالیف و احکام برنامه دقیق عملیاتی داشته باشید. این که برنامه هفتم و سیاست‌های کلی در جمهوری اسلامی ایران مبنای اقدامات شما در دولت هست به جای خود. اما برنامه عملیاتی، ریز برنامه ها، اونهایی که روش و راهکار رسیدن به تکالیف و احکام برنامه هفتم رو داره کجاست؟ ما امروز ندیدیم چنین برنامه عملیاتی رو که بتونیم برای اونها شاخص گذاری کنیم. گاهی تکالیفی در برنامه هفتم وجود داره که این تکالیف زمان بندیش تا 3 ماهه، یعنی شما تا چشمم بزنید بعد از انتخاب وزرا 1 ماهش رفته، شما تا 3 ماه دیگه باید بررسی بشه نسبت به برنامه تکلیف 3 ماهتون رو انجام دادید یا نه. اینها ساماندهی میخواد، اینها هماهنگی بین دستگاه‌ها رو میخواد. دولت جمهوری اسلامی ایران یک ماشین، یک دستگاه که باید همه اجزای اون هماهنگ حرکت کنند. دستگاه‌های مختلف در به هم پیوستگی با برنامه هفتم، با تکالیفی که در برنامه اومده، میتونن حرکت منسجم داشته باشن. اما ما در این چیدمان دولت و در برنامه‌ای که ارائه نشده و مبتنی شده بر برنامه هفتم به طور کلی، نمیتونیم ادعا کنیم که دستگاه‌ها، وزرا، وزارتخانه‌های موجود با هم هماهنگن و میتونن حداقل تکلیف زمان بندی شده یعنی 3 ماه رو محقق کنن. این یک آسیبه. 3 ماه دیگه چه کردیم؟ اولین زمان بندی تکالیف و احکام ما در برنامه هفتم هست. من از این بخش میخوام عبور کنم، چون واقعا نمیتونیم بگیم که ما با برنامه هفتم و سیاست کلی چگونه باید روبرو بشیم وقتی که برنامه عملیاتی در دولت مشاهده نکردیم. اما میخوام از این فرصت استفاده کنم، نکاتی رو عرض کنم در خصوص سخنان برادر عزیزم جناب آقای قسیم عثمانی. ما میدونیم که دولت آقای پزشکیان به هر صورت با شرایطی که اون رو در قالب وفاق ملی تعریف کردن، یک دولت مرضی و طرفینی رو ایجاد کردن. ما هم به ایشون تبریک میگیم، اگرچه روی بعضی از وزرا به هر حال نکاتی هست در سر جای خودش در زمان رسیدگی انجام خواهد شد. اما من میخوام عرض کنم همه تلاش های دولت و جمهوری اسلامی ایران و مردم و ملت برای نزدیکی اقوام، مذاهب و ادیان بوده در جمهوری اسلامی ایران. امروز مگر کسی و جریانی و حکومتی غیر از جمهوری اسلامی ایران هست که از تنها مظلومین اهل سنت عالم مثل مردم مظلوم فلسطین دفاع میکنه؟ ما شهید مقاومت، فرمانده اهل سنت جهان اسلام، جبهه مقاومت شهید هنیه رو نزدیک 1 میلیون اهل شیعه تشییع کردن با افتخار. امروز روابط خانوادگی بین اهل سنت و شیعه در بیشتر مناطق وجود داره. ما یک ملت منسجم بدون گسل و بدون شکاف هستیم. آقای دکتر پزشکیان، امروز اگر آقای قسیم عثمانی این صحبت ها رو اینجا کردن که اصلا صحبت های به جایی نیست، دلیلش سخنان آقای ظریف در گفتگوی تلویزیونی و معیار گذاشتن برای انتخاب کابینه است. وقتی شما میاید این گونه معیار میذارید، اینها اشتباهه، اینها ایجاد توقعات اشتباهه. شما بگذارید رئیس جمهور با عقلانیت، با ادای تکلیف نسبت به وظایف خودش انتخاب کنه که امروز ما این رو در بخش اعظمی از کابینه شاهد هستیم. خدا رو شکر. من میخوام عرض کنم آقای دکتر پزشکیان، وقتم تمومه، خواهش میکنم در زمان باقی مانده نسبت به برنامه عملیاتی برای تحقق برنامه‌ای که نسبت به اون ادعا کردید برنامه هفتم، یک برنامه عملیاتی منسجم ارائه بدید ان تا رسیدگی به زمانی که باید وزرا رو ما برای رأی اعتماد رسیدگی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی سخنرانی خوبی بود، نطق عالی بود. نماینده کجا هست آقای سید مرتضی؟ خدا کنه اون مثلا طرفدارانشون، وکلای حوزه انتخابیه‌شون ببینن اینو ببینن کشور اصلا کاری به محتوای مطلبش ندارم، خیلی مسلط بود. خب مطلبی که ایشون گفت، گفتش که واقعا تو برای پنجم در 5 سال هفتم باید حداقل مثلا تا بعضیش 3 ماه هست. این مطلب چجوری می‌خواید برسونید؟ شما باید ریز برنامه داشته باشید. اینو چند روز پیش آقای سعید جلیلی هم یه ویدیوی منتشر کرده بود که داشت به نماینده مجلس میگفت که شما تو کمیسیون هستید، اینو بپرسید از نماینده. من اینجا انتهای این ویدیو پخش میکنم اون صحبتی که آقای سعید جلیلی کرده بود که نماینده گفت آقا بپرسید که ایشون گفته که آقای پزشکیان گفته که من رشد 8% میخوام ایجاد بکنم تا آخر مثلا برنامه اجرای برنامه. از این وزرا که اومدن ببینید برنامه‌شو برای انجام عملیاتی این کار چی هست. این پس خیلی جالب بود. بعد از صحبت‌های عثمانی هم در ویدیو قبلی، در انتهای ویدیو قبلی میتونید ببینید مطالبی که آقای ظریف گفتم. خب مربوط به میشه اون شورای راهبری تشکل‌های اون چیزی که داشتن که از اون شورا فکر می‌کنم مثلا 5-6 نفر بیشتر معرفی شدن اینجا که خودش اومد گفت ما 2 تا از گزینه‌های 4 بوده، بعد 2تاش هم 1 بوده، بقیه‌ش اصلا گزینه‌های ما نبوده. آقای صالحی بوده و فکر کنم همین آقای دکتر زفرقندی بوده و اینا. آها، بعد آقای مرندی هم راستی مطلب جالب بعد یه خود چند تا جلوتر منتشر شد. خب آقای ایزدخواب اون مخالف خیلی جالب. کلا نظر مخالف سازنده است. تعریف زیاد خوب باعث رشد و تعالی انسان نمیشه. چیزی که باعث بهینش بهتر شدن، بهینه‌تر شدن کلا یک موضوع میشه، اون نظر مخالفه. خب بفرمایید. اربعین حسینی و عزای اهل بیت رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. به مردم مظلوم و مقاوم و شهید پرور غزه درود خالصانه و بی پایان خودم رو نثار می‌کنم. قلوبنا معکم و سواریخنا علا عدو بکن. موضع بنده در اینجا سیاسی نیست. اینکه شنیدم در روزهای اخیر بعضی ها در جناح اصلاحات به جناب آقای رئیس جمهور اعتراض کردند که چرا از عناصر و افراد سیاسی تر و تندرو استفاده نشده، اتفاقا نقطه قوت کابینه ایشون هست. وزارت و مسئولیت در جمهوری اسلامی کاسبی نیست، چه کاسبی اقتصادی باشه چه کاسبی سیاسی، و ما امروز در هر دو جناح چوب تندروی ها و افراط ها رو خورده ایم. رهبری به صراحت فرمودن که دستبندی اصولگرا اصلاح طلب رو قبول ندارن و این رو مبنای قبیله گرایی میدونن. در همین امسال هم از دو قطبی سازی پرهیز دادن. نقد بنده به اگر آقای پزشکیان هم توجه بفرمایند. با عرض معذرت من سرعت صحبت‌های ایشون رو دو برابر می‌کنم. نقد بنده به جهتگیری‌های فرابخشی است که باید معیار انسجام در دولت باشه. البته جزوه‌ای که در سامانه گذاشتن جهتگیری‌های دولت اعلام شده جزوه خوبی است. کلیاتش مثلا بحث این که مردم رو باید توانمند کنیم، سازمان یافته کنیم خوبه، اما جهتگیری‌هایی که عمدتاً در برنامه‌های وزرا ما دیدیم و در رویکردهاشون دیدیم، از این جهت دارم عرض می‌کنم که جناب رئیس جمهور باید بیشتر مد نظر قرار بدن. در رأسش بحث عدالت اجتماعی است. بنده از دانشجویانی بودم که در ابتدای دهه 80 بیانیه تقدیر از آقای پزشکیان رو امضا کردیم به واسطه رویکرد ضد اشرافی و عدالت‌خواهانه ایشون. اما در برنامه‌های وزرای عزیز این رویکرد کم رنگه. به جز با سه وزیر که مشخصاً مبنای برنامه‌شون رو عدالت معرفی کردن، از جمله وزارت کار آقای میداری، وزارت ورزش آقای بنیاملی و وزارت کشاورزی آقای رزنج، در برنامه‌های دیگر دوستان کم رنگ بود. ببینید جناب آقای پزشکیان، مردم امروز اگر ناراضیان، علت اصلی ناراضی اونها بی‌عدالتی است، تبعیض، فقر، فساد. این که رهبری 20 سال پیش فرمودن مبارزه بی امان با فقر و فساد و تبعیض و برخی دولت‌ها و مسئولین نشنیدن یا با تعارف مواجه شدن با این فرمان. امروز اگر ما به عدالت برگردیم، اگر حقوق کارگر رو بدیم، اگر به کشاورزان توجه کنیم، کشاورز محوری رو به جای کشاورزی محوری رو هدف قرار بدیم، اگر نظام یاقی بانکی رو مهار بکنیم به نفع مردم، به نفع توده‌ها، اگر نظام توزیع محصولات رو عادلانه بکنیم، این گرانی، این تورم در ایران طبیعی نیست. این گرانی و تورم ناشی از تبعیض‌های ساختاری است و ها در حوزه بهداشت و آموزش اعلام کنه و یه وزیر دیگه در که 7 برابر جمعیتش منابع داره اساساً نباید دچار کمبود در تولید باشه. ما انتظار داریم که این محور اصلی باشه در کابینه. نمیشه یه وزیر به درستی رویکردش رو کاهش شکاف نابرابری‌ها در حوزه بهداشت و آموزش اعلام کنه و یه وزیر دیگه در برنامه‌اش گسترش بیمارستان‌های خصوصی رو اعلام کنه. این قطعاً در کابینه ایجاد تعارض و تناقض می‌کنه. و ما امیدواریم جناب آقای پزشکیان همون روحیه عدالت محوری رو که در بیاناتشون هم فرمودن داشته باشه. نکته بعدی بحث رشد 8% است. ببینید عزیزان، روح برنامه هفتم رشد شتابانه. رشد 8% در شرایطی که ما یک دهه رو با حدود 0% پشت سر گذاشتیم، یعنی یک رشد شتابان. برای عزیمت به این سمت باید وزرای عزیز پاشنه رو محکم بکشن. باید از روالهای موجود، ساختارهای موجود، رویه‌های موجود عبور کنیم. رشد 23% محصولات غیر نفتی، رشد 13% معدن، اینها چیزهایی است که صرفاً با تحرک و جهش محقق میشه. یک خبر جالبی که معلوم متعهد شدم این که خب خوب بود آقای فردی که داشت صحبت میکرد، خیلی خوب آقای عزت خوب بود اسمش. خب یه خبر جالب بچه‌ها، این باید براتون جالب باشه. همین الان پایتخت اندونزی جاکارتا تغییر کرد و منتقل شد به جایی به اسم، من متصل به حالت، من دوستایی دارم اندونزیایی هستن، اگه میشه اینجا باشون به زبان انگلیسی مثلا می‌تونیم صحبت بکنیم که مثلا چه اتفاقی اونجا افتاده. شده جاکارتا بوده، شده که نوسان تارا. علتش گفته که در واقع اندونزی پایتختش که جاکارتا بوده باشه مشکلات داشته که انگار گویا داشته در واقع زیر آب میرفته، به همچین چیزی گفتن، خطر زیر آب رفتن و در خطر غرق شدن. خب شهر مدرنی هست اونجا، ببینید که هم در همسایگی استرالیا هستن. بعد مالزی قرار رشد کرده، اون کشور کنارشون سنگاپور چقدر رشد کرده. خب اینا در حال، خب بعد خیلی هم پیگیر حمایت میکنن از مردم فلسطین، اونجا رفتن بیمارستان ساختن قبلا توی غزه. خیلی مردم جالبی داره. ایرانی‌ها هم خیلی دوست دارن اندونزیایی‌ها، اگه برخورد کرده باشید باشون جای مختلف میتونید ببینید. خب آقای عثمانی مطلب شعر خونده بوده ایشون، متوجه نشدیم شعرش، نطقش آخه یه قسمتیش بود فقط، کاش قبلش گوشیدم لود بشه. چرا کنیم؟ صبر بکنیم آقای عثمانی چند ثانیه طول میکشه لود بشه. ببخشید باید متوقف بکنم پس که حوصله‌تون سر نره. آقا این دقایقیتون که داره هدر میره، هر کسی راضی نیست به من پیام بده، من برای شارژ بگیرم دیگه، جوری از دلش در بیاریم. خب ببین خانم چی گفته، خانمی اساس خانم فلاحتی نماینده موافق. خب ایشون چی گفته؟ اتفاقاً به واسطه هوشمندی رئیس جمهور بوده است که از رقبای خود در قدرت و خدمت استفاده کرده است تا 4 سال درگیر کله زدن و چانه زدن با رقبایش نباشد. به جای آن دستیاری دراز کرده است تا همه را دعوت بکند در دولت وفاق ملی که به این مملکت خدمت بکنند. امروز جامعه ما خسته است و ما نباید برای آن خستگی بیش از حد ایجاد بکنیم. خیلی خوب صحبت کردیشون، خیلی خوب صحبت کردیشون، به اون موافق بودیشون. خب حالا بریم قسمت بعدی. مطلبی هستش که آقای عثمانی گویا شعر خونده بودن، اینو ندیدیم، قسمت قبلی نبود توی ویدیو قبل. این شعری که خونده ایشون چیه؟ خب شما یه لحظه نمیگذد. جناب آقای دکتر پزشکیان شب‌های زیادی را به خاطرت نخوابیدم و الان برایتان شعر سرودم. آقای جوکر اجازه شعر خودش سروده این شعر رو بدید بشنوند. خواهش می‌کنم حالا مثلا به چه کیفیت ادبیش بشه سرودن، بذارید حرف اون رو بزنیم، حرف اون رو بشنوید. آقای عثمانی بفرمایید. من متخصص شعرم، از آنجا وزنش الان به شما خواهم. این ره تاریک و باریکت چنان هموار نیست. فاعلاتون 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 فاعلات. بیشه گرگان باور جای یاد غار نیست. در سرای فکر معشوقم دروغم عار نیست. کرد اگر باشی توانایی پشیزی یار نیست. من به قرآن و حدیث حیدرم باور ببود، لیک در بازار ایشان یا علی هم یار نیست. بوی ناب صدق و مستی مردمم را مست کرد، ورنه هوشیارم به معنا در بساطت جام نیست. من به میدان وفا دادم به تو دست وفا، من به میدان وفا دادم به تو دست صفا، ورنگر میدان نابردی بود من پام نیست. رأی من برایت پله های عود ساخت، حال که بالا نشستی بی وفا من جام نیست. ما به تو باور و بس چشم امیدی داشتیم، فکر می کردیم در بستان مهر بذر کاشتیم. بذر ما بذر گل و گندم و ریحان بود مرد، این چه یأس و خرمنی بودت که ما برداشتیم. من که با نومیدی و هست عادتم دیرینه بود، تو مرا آلوده کردی با امیدت، حیف ما برخواستیم. تو برو خوش باش با اطرافیان خوشبقال، من روم سوی دیگر شاید امیدی داشتیم. در تو معشوق نیست امیدی، به امید خدا آیدن روزی که ما هم خود. خیلی ذوق جالبی داشت شعری که سروده بودن. مطلبی که از دوستان، عرصه سیاست عرصه عشق عاشقی نیستش که، اینجا محل لحظه شطرنجیه که زمینه شده تغییر میکنه. بعد حالا کسی میخواد الان به توقعی داره آیه پزشکیان اصلا هیچ کابینتش مگه تو زل داره ارتباط میگیره، بعد بیان سر کار برسن ببینن کار چه کاری انجام میدن، بعد به مسائل بپردازین که جالب بود این شعر که خوندن. خب برای اینکه ویدیو اختتامیه‌اش همین شعر ایشون بوده باشه من میبندم. قسمت بعدی چیزی که گفتم خدمتتون در مورد آقای دکتر مرندی اینا صحبت کرد و نشون میدیم و اینا. خب الان فکر کنم یه بخش دیگه خواهد ماند، اینو به صورت اختتامیه که مطلبی که آقای شعری که آقای ناندی بوکان خوندن رو به همین جا خاتمه میدیم. پس ها که انتشارش هم تو تونتون من رگباری دارم توی اپارات، یوتیوب، فیلو، ویراستی، همه اینجا منتشر میشه. اگه شد توی ویراستی بعضوری لایو بذاریم با آدما صحبت بکنیم در مورد این موضوعات، بگیم نظرشون در مورد کابینه و رأی اعتماد اینا چی هستش. خیلی جالب بود که افراد الیت سیاسی هستن. برنامه توییتر فارسی ویراستی هستش. خب خیلی ممنون که وقت گذاشتید. دیدید فعلا همین که خدا نگهدار.